و داره اطلاعات مربوط به اینها رو نشون میده. بیایم بالاتر ببینید، یه چیزی هم هست به نام ترید نام. من وقتی روی این بزنم منو وارد یه صفحه دیگه ای میکنه و قیمت رو به صورت لایو داره به من نشون میده، به همراه کلی ابزارها یا به قول من ابزارک هایی که برای تحلیل تکنیکال استفاده میشه، مشابه همون چیزی که توی صفحات دیگه شما اینجا دیدید. و خب اینجا برای من این مشخص کرده، همونطور که میبینید ایندیکیتورهایی که مربوط به این موضوع هست شما میتونید انتخاب بکنید، فاینانشیال ها، تمپلیت هایی که اگر سیو کردین از گذشته. و من منتظرم این اطلاعات کامل شه. مثلا مهدی استاتستیک سلو استراتژی استاتستیک مانی ام تی اف بای کوبرا هست و هر کدوم از اینا رو باید مثلا اگر اینو باز بکنم، مثال دارم میزنم دیگه، یه دونه هم گن هم اینجا داره، گن همون داستان های زمانیه که عملا تقریبا یه جوری ارتباط پیدا میکنه با اون داستان ستاره بینی مالی، فاینانشال استرولوژی. من یه فیبا بزنم اینجا، میبینید به راحتی، حالا اون اصلا قرار تحلیل نیست، یه دونه اینجا زدم تا اینجا که این حدود بالا پایین فیبای و بیشتر کاربردش برای این قیمتی که میتونه اکستنشنه و برای این که مثلا قیمته میتونه تا چقدر رشد بکنه و اون حالت معکوس این که برای اصلاح قیمت هست. شما میتونید همه اینا رو ببینید و در نهایت هم این گوشه سمت، حالا کلی هم میتونید اینا ابزار دیگه روش مطالب مختلف بنویسید، تحلیل بکنه تو بازهای مختلف ببینید، این گوشه سمت راست هم میتونید پابلیشش بکنید نظرتون رو. همینایی که میبینید بعد از یه مدتی به این نقطه رسیدن که حالا کلی فالوور برای خودشون پیدا کردن و بقیه سلا هازا، اینا همینطور تحلیلشون انجام دادن، نکتهشون رو نوشتن، پابلیش کردن ایدهشون رو و با این پابلیش کردن ایده کردیت گرفتن، کردیت گرفتن. و خب به هر حال میدونید که آدمایی که تو این شبکه ها معروف میشن دیگه پشتش براشون بیزینس های جانبی داره، از قبیل مشاوره و خیلی کارهای دیگه که انجام میشه. و خب این پلتفرم این رو فراهم کرده تو تریدینگ. از همه مهمتر اینجا استراتژی تستر هست. این پایین رو میبینیم، این موس من اومد کجا؟ اینجا استراتژی تستر به من امکان اینو میده که استراتژی که آماده کردم رو به راحتی بیام، مثلا میگم استراتژی که اونجا نوشته بودم، مثلا مکتی استراتژی، بیاد برای من بررسی بکنه و اینکه یک اطلاعاتی رو در خصوص روند بازدهی و حتی خدمتتون بگم که این آیا این استراتژی خوبی هست یا نه به من اعلام بکنه. حالا من منتظرم که این سفر رو بتونم ماکسیمایزش بکنم. آها، اینجا که اینو بزنم، این استراتژی الان اینو برش گردونم، این نموداره میاد اینجا سمت راست، میبینید که استراتژی تستر به من داره وضعیت موفقیت این استراتژی رو به من توضیح میده رو مکدی استراتژی. اگر استاتستیک اسلو استراتژی باشه داره به من میگه که نت پروفیت هم مثلا 25% 20.5% حدود 20,000 دلار میشه این استراتژی و توتال کلوز ترید هم 28 تاست، پرسنتج پروفیتبل هم 42.86 و بقیه اطلاعاتی که تو 73 مثلا این 73 تا بار بارای یک روزه که این برای من گین داشته. پس استراتژی من میتونم تست کنم، هرچند که این تیکه مربوط به حوزه دوره پیشرفته میشه استفاده از این ابزار که حالا من فقط بهش اشاره کردم شما با این قابلیت ها آشنا باشین. حالا اینجا به من اسکریپت های مختلف میده، اونایی که دوستانی که با مثلا ابزار مثل اوسیلاتورها و ترند آنالیزا و این مووینگ اوریج ها آشنا هستن میتونن هر کدوم از اینا رو بزنن و بیان ازش اطلاعات بیشتری رو بگیرن. کریپتو اسکرینر رو به ما میده به اضافه استریما، بروکرهایی که تو این حوزه دارن فعالیت میکنه. چهار تام که با هم همین الان داشتیم نگاه میکردیم که چه قابلیت هایی رو به من ارائه کرده. در نظر داشته باشیم که
تعداد این ابزارهایی که میتونید روی چیز رسم بکنید روی این نمودارها رسمشون بکنید، اینا محدود هستن. یعنی برای کسانی که از نسخه مجانی دارن استفاده میکنن یا تازه رجیستر کردن، تا 30 روز میتونن استفاده بکنن، 30 روز یا کمتر و بیشتر، اما بعد از اون به صورت شارژ که باید پرداخت بشه. و خب بدیهیه که این سایت هم بابت دنبال اینه که منافع مالی خودش رو به دست بیاره. یه قابلیت دیگه هم اینجا داره که من دارم دنبال اون میگردم اونو به شما نمایش بدم. که یه گیجی به ما میده، این گیجه تقریبا بر اساس کلی نمودار مختلف دیگه ای که اومده بررسی کرده یا فاکتورهایی که بررسی کرده، به من داره میگه که نقطه خوبیه برای الان وضعیت خرید چجوریه به نظر، حالا با در نظر گرفتن جمعی اون فاکتورهای تحلیل تکنیکال اومده داره این رو به من نمایش میده. خب من منتظرم که این صفحه باز شه. شما نمایش بدم. این هم یه قابلیت خوبه برای اینکه شما میتونید بدون اینکه خب حالا خیلی هم خودتون رو درگیر موضوعات تحلیلی بکنید، حداقل بتونید از نتیجه تحلیل بقیه استفاده کنید. اینا هم یه سری ایده در مورد این گفتن. ما از BTC فکر کنم خارج شدیم. حالا تا این باز شه من ببینم کوین مارکت کپ. بالاخره اینا وبسایت هایی هستن که اکثر کسانی که دارن از این بازار استفاده میکنن مرتب باید بهش مراجعه کنن، از خدماتش هم بتونن استفاده بکنن، چون به صورت مجتمع یه جا آورده همه اینا رو در اختیار شما قرار داده. خب تا این صفحه باز میشه برای ما بیایم سراغ این، ببینید توی کوین مارکت کپ که کلی اطلاعات مختلف ما از جمله قیمت میداد و اینکه فارما رو مشخص میکرد، پترن های دیفای به ما میگفت، میگفت تا الان چقدر استخراج انجام شده. اینجا میبینید سبز رنگ هست، چه رنگ توسی هست، نماد مربوط به هر کدوم از این کوین ها. یعنی اگر شما یه روزی بهتون یه دونه به یه دونه همین نماد ها برخورد کردین و نمیدونستین چیه، کافیه بیاین تو همین کوین مارکت کپ سرچش بکنین و برای شما سریع اینو میاره. مثلا لایت کوین LTC، بیت کوین کش BCH، چین لینک لینک، استرال XLM، بعد نم XEM و ترون TRX. میبینید که همینطوری که اسکرول کنید بیاین پایین تر کلی برای شما اطلاعات داره. یادمه که 8000 خورده ای بود، یعنی به 100 هم نمی رسید این سری که داشتیم با هم رو کریپتوکارنسی یا صحبت می کردیم. الان رسید 8265 تا 34143 تا هم چی هست مارکتی که میتونید شما توش ترید بکنید. حجم 24 ساعت گذشته کل ارزش بازار به 1 تریلیون دلار رسیده و دومیننس بیت کوین هم به 66.6% هست. کلی اطلاعات از نظر قیمت به شما میده، همونطور که گفتم اوپن سورس، اینا اکثرشون متن باز هستن و شما میتونید حتی اینجا برسید به وایت پیپرش، سورس کدش و کامیونیتی که در این خصوص داره اطلاعات ویژه‌ای رو در اختیار شما قرار میده. خب تکنیکال
ببینید من الان مسیری که به اینجا رسیدم براتون میگم. اینجا اومده یک سامری دیده از تمام ابزارهایی که خود این سایت اومده به عنوان یک الگوی مشخص برای خودش تعریف کرده. گفته که توی این حالت 15 تا سیگنال خرید دارم، 4 تا سیگنال فروش. این مسیر یه بار با هم میبینیم، فقط دقت بکنید. اسیلاتورها